خب بسم الله الرحمن الرحیم. استثنایی ترین فیلسوف و متفکر غربی است و تفکر او از جهات بسیار مختلفی که به بعضی از اونها البته اشاره خواهد شد غریب و استثنایی و به هر حال متفاوت با آن چیزی است که در تاریخ تفکر ما با اون آشنا هستیم. همین مسئله استثنایی بودن نیچه او رو تبدیل به یک معضل کرد و بنابراین اولین بحثی که در مورد نیچه قابل طرح هست بحث معضل نیچه است که من تلاش میکنم اون رو مطرح بکنم و پرسش هایی که در خصوص نیچه مطرح هست مطرح کنیم و به پاسخ های احیاناً در مورد این پرسش ها بپردازیم. چیزی که من در نظر گرفتم برای این جلسات شاید حدود 10 جلسه بحث در مورد نیچه باشه که عناوین کلی مباحثی که انشاءالله در طول هفته های آینده و در این 10 جلسه خواهیم داشت رو الان عرض میکنم که تا حدودی اگر دوستان مایل بودن قبلش هم در این موضوعات مطالعه بفرمان که بسیار مفید هم خواهد بود همراه با مطالبی که عرضه می شود از پیش مطالعه هم داشته باشن. بحث اول که امروز مطرح میشه تحت عنوان معضل نیچه هست و 5 عنوان دیگر را هم من در نظر گرفتم که انشاءالله طی جلسات آینده به این عناوین خواهیم پرداخت. این عناوین موضوعات اساسی و شاخص در تفکر نیچه هست که عبارتند از نیست انگاری، اراده به قدرت، بازگشت جاودان همان، ابر انسان یا بشر کامل و موضوع حقیقت. شاید بشه گفت که عمده ترین مسائلی که در تفکر نیچه میتوان به اونها اشاره کرد این مسائل باشه. البته اگر بخواهیم با تفصیل بیشتر در مورد نیچه بحث بکنیم مسلماً موضوعات ریزتر و تفصیلی تر فراوانی وجود داره که میشود در مورد اونها از دیدگاه نیچه بحث کرد. و ما بحث امروز ما بیشتر حول و حوش معضلی به نام نیچه میچرخ. این معضل رو تحت چند پرسش میتوان صورت بندی کرد. یک پرسش این هست که آیا اصلا نیچه فیلسوف است یا یک نویسنده است؟ چون که نیچه در زمان خودش بیشتر به عنوان یک نویسنده مورد توجه قرار می گرفته و چند دهه بعد از مرگ نیچه، نیچه به تدریج به عنوان فیلسوف مطرح شده. هنوز هم این سوال قابل پرسش هست که آیا واقعا میتوان او رو فیلسوف نامید به معنای دقیق کلمه یا او یک نویسنده است یا یک شاعر. چرا این پرسش مطرح میشه؟ اصلی ترین دلیل طرح این پرسش این هست که آثار نیچه به زبان فلسفی مرسوم و متداول نوشته نشد. ما میدانیم که فلسفه از همان آغاز زبان خاص خودش رو دار. حالا البته اگر که تا حدودی از افلاطون که بنیانگذار فلسفه هست عبور بکنیم به ارسطو مهمترین شاگرد او و یکی از بزرگترین فیلسوفان عالم تاریخ یونان که میرسیم زبان فلسفی زبان خاصی است. این زبان رو در آثار ارسطو ما میبینیم، در متافیزیک ارسطو، در طبیعیات ارسطو، در سیاست ارسطو و در سایر آثار او. یک زبان استدلالی است، برهانی، زبان بحثی است، زبان عبارت است و فیلسوفان بعدی هم از این زبان متابعت کردند و این زبان شده از زبان رسمی متافیزیک، زبان رسمی ما بعد از طبیعه، زبان رسمی فلسفه.
آثار فیلسوفان بعد از ارسطو چه در یونان، چه در دوره قرون وسطا، چه در دوره اسلامی و چه در دوره مدرن، همه زبان در واقع خاصی رو دارند که همین ویژگی ها رو داره که عرض کردم خدمتتون. شفای بو علی رو که نگاه میکنیم زبان متافیزیکی، زبان فلسفی است. بحث برهان استدلال پاسخ به ایرادات و اشکالات طرح مباحث، طرح بحث، یک نظام مفهومی فلسفی است که اقتضاء خاصش رو از لحاظ زبانی دار. کتاب تأملات دکارت هم به همین صورت هست، مونادولوژی لایبنیس هم همینطوره، نقدهای سگانه کانت و آثار دیگرش هم همین زبان رو داره، آثار هگل هم واجد همین زبان هست، آثار ملا صدرا و خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ اشراق هم کم و بیش چنین زبانی رو داره. البته گاهی بعضی از فیلسوفان آثار دیگری هم نوشتن، مثل فیلسوفان ما، مثل ابن سینا، مثل شیخ اشراق، که به زبان شاعرانه نزدیکتر، ولی اونها شاید کمتر به عنوان آثار فلسفی مورد توجه قرار گرفت. ولی زبان آثار نیچه چنین زبانی نیست. یعنی وقتی شما به کتاب چنین گفت زرتشت نیچه مراجعه میکنید، یا زایش تراژدی از روح موسیقی که اولین اثر نیچه هست رو ملاحظه میفرمایید، یا فراسوی خیر و شر، این آثار از لحاظ زبانی شبیه به آثار ابن سینا یا ارسطو یا حتی محاورات افلاطون یا آثار کانت نیست، مثل آثار فیلسوفان، فیلسوفان رسمی نیست. زبان اشارت است بیشتر تا زبان عبارت. زبان گزینگویی است، زبان کلمات قصار است به یک تعبیری، طرح بحث مفهومی نیست. همین نکته موجب شده است که سوالی که در ابتدا طرح کردیم مطرح بشود که آیا چنین نویسنده ای یک فیلسوف است؟ آیا اثر او یک اثر فلسفی است یا اثر شاعران است؟ آیا او اهل تفکر منظم منسجم فلسفی است یا نویسنده ایست که الهام هایی به او می شود، دریافت هایی داره، لحظه هایی داره، اونها رو یادداشت می کنه مثل شاعران، مثل بسیاری از شاعران، و این سخنان رو ما باید بیشتر سخنان شاعرانه بدانیم تا سخنان فیلسوفان. اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، لاجرم باید به همون آثار بپردازیم، باید از خود آثار او کمک بگیریم، ببینیم که این آثار آیا صرفاً آثار شاعرانه است یا آثار فیلسوفان. ولی قبل از این که چنین کاری رو انجام بدیم، حتماً باید تکلیفمون رو در مورد مفهوم فلسفه و مفهوم شعر و نسبت بین شعر و فلسفه روشن بکن، چون تا این نسبت ها روشن نشود پاسخ به اون سوال امکان پذیر نخواهد بود، یا پاسخ های سطحی و سرسری به این سوال که آیا نیچه فیلسوف است یا شاعر داده خواهد شد. خود این سوال مبتنی بر یک پیش فرض هایی است. شاید پیش فرض این سوال این است که اساساً تفکر فلسفی، تفکر عقلی منسجم واجد یک دستگاه مفهومی است، و تفکر شاعرانه مبتنی بر احساسهایی است که بر شاعر وارد میشه و حاصل اون گفته های زیبایی است که ما رو از لحاظ زیباشناسی در واقع ارضا میکنه، حس زیباشناسانه ما رو ارضا میکنه، ولی معرفتی و شناختی در اون نیست.
به عبارت دیگه کسی که سوال میکنه که آیا نیچه شاعر است یا فیلسوف، ممکن است پیش فرض سوال او این دیدگاه نسبت به فلسفه و شعر وجود داشته باشد که فلسفه در جویای حکمت است و معرفت است و شناخته و شعر محل ابراز احساسها و بیان زیباست بدون اینکه معرفت بخش باشه و بدون اینکه به ما چیزی مثلا شبیه یا به نام حکمت ارائه بده. شاعر احساسهای خودش رو بیان میکنه، فیلسوف در پی جستجوی حکمت و معرفت. این پیش فرض بسیار قوی هست به خصوص در دوره مدرن، به خصوص از قرن 18 قرن 19 که زیبایی شناسی شکل میگیره در اروپا و دیدگاه های استاتیک به وجود میاد. بین حقیقت و زیبایی یک شکافی ایجاد میشود و حقیقت مربوط به علم و فلسفه میشود و زیبایی چیزیست که در واقع نحوه از احساس ماست و احساس هم حظی از معرفت نداره و شعر و هنر به طور کلی محل ظهور و بروز و بیان احساس هاست. بنابراین شعر از دایره معرفت کنار گذاشته میشه. وقتی سوال میشه که آیا نیچه شاعر است یا فیلسوف، یک احتمال قوی این هست که پشت چنین سوالی این پیش فرض جدایی علم معرفت از شاعری و از هنر به طور کلی باشه. یعنی این پیش فرض چنین سوالی ممکنه چنین چیزی باشه. ولی البته حتی تجربه های معمولی ما خلاف چنین پیش فرضی هست. من نمیخوام الان وارد مباحث راجب هنر و زیبایی بشوم، هرچند به هر حال نیچه خودش فیلسوف هنر هم هست به یک معنایی و در مورد فلسفه هنر او میشه بحث ها کرد. ولی به طور کلی عرض میکنم که وقتی که ما با یک کار هنری، حالا چه یک شعر چه هر کار هنری دیگری مواجه میشیم، صرفا احساس های ما برانگیخته نمیشه، صرفا رابطه ما با اون هم رابطه احساسی نیست چنان که در زیبایی شناسی مدرن گفته میشود، بلکه بسیاری از کارهای هنری و شاید بشه گفت که کار هنری در ذات و حقیقت خودش و هرچه بزرگتر باشد این هم در او بارزتر هست، در کار هنری حقیقتی آشکار میشه. خیلی مختصر عرض کنم، بسیاری از امور رو ما به طور معمول و در زندگی روزمره ما نمیبینیم، بسیاری از اموری که وجود داره ولی بهش توجه نمیکنیم. شاعر توجه میکنه، در کار هنری خودش اون رو آشکار میکنه. وقتی که ما اون کار هنری رو باهاش مواجه میشویم، تازه میفهمیم که اون همان حقیقتی بوده است که احیانا چقدر هم به ما نزدیک بوده ولی ما بهش توجه نداشتیم. فرض بکنید اگر که مثلا یک گرفتاری خیلی روزمره ما موضوع یک شعر خوب قرار بگیره، اون گرفتاری روزمره رو وقتی ما از طریق شعر بهش توجه میکنیم شگفت زده میشویم. به این معنا شگفت زده میشویم که آن چیزی که باش درگیر بودیم رو خود ما به این خوبی نمیتوانستیم دریابیم. شعر الان اون رو خیلی بهتر آشکار میکنه. اصلا شعر به ما میگوید که چنین چیزی هم وجود داره و چه لایه هایی داره. البته فقط هم شعر نه، یک تابلو نقاشی هم میتونه این کار رو انجام بده.
یک فیلم سینمایی هنری هم میتواند چنین کاری رو انجام بده و یک رمان و هر اثر هنری دیگر. بنابراین کارهای هنری ما رو شگفت زده می کنن و به همین معنا حقیقتی رو به ما نشان می دن. این طور نیست که کارهای هنری صرفا احساسهای ما رو تحریک کنن. اگر ما ارتباط احساسی با اون برخورد می کنیم هم دقیقا به جهت همین شگفتی هست که در اونها وجود دار. حالا آیا با این بیان مرز بین فلسفه و شعر به طور کلی برداشته میشه؟ آیا مقصود این هست که پس اگر شعر، اگر هنر هم به ما معرفت میده پس با فلسفه تفاوتی با هم ندارن؟ مقصود البته این نیست. معلومه که فلسفه همونطور که از نامش پیداست طلب معرفت و طلب حکمته. فیلسوف دنبال معرفته، به دنبال حقیقته. فلسفه طلب حقیقت. ولی تفکر فلسفی متعارف طلب معرفت و طلب حقیقت رو به نحو خاصی به انجام رسانده است. به صورت خاصی راه رسیدن به حقیقت رو پیش برده است، در راه خاصی قرار گرفته است. و اون راه همونطور که قبلا هم اشاره کردم و همه ما میدانیم طرح مفهومی موضوعات، پرسشی مطرح می شود، برای پاسخ به اون ما به طرح بحث می پردازیم، مفاهیم رو روشن می کنیم، استدلال می کنیم، نتیجه می گیریم و کل این فرایند کم و بیش تبدیل می شود به یک نظام فکری. حالا سوال این هست که آیا تفکر فلسفی منحصر به چنین راه و روشی است؟ اگر منحصر به چنین راه و روشی باشه کسانی که این راه رو نرفته اند خب نمی توان فیلسوف نام. ولی اگر منحصر به چنین راهی نباشه می توان دایره تفکر فلسفی رو وسیع تر کرد. پرسش این بود که آیا نیچه فیلسوفه یا شاعر؟ اگر نیچه صرف نظر از اینکه چه زبانی در آثار او به کار رفته است پرسش فلسفی داشته باشد، اگر نیچه به دنبال رسیدن به معرفت باشه، اگر نیچه به دنبال حقیقت باشه و اگر نیچه برای رسیدن به این اهدافی که عرض کردیم به پرسشگری های نقادانه پیگیر پرداخته باشد، صرف نظر از این که چه زبانی در آثار خودش به کار برده است، فیلسوف. حالا قضاوت در مورد این که آیا فیلسوف هست یا نیست رو باید بگذاریم به در واقع وقتی که مباحث نیچه مفصل تر مطرح شد و با تکیه بر آثارش به این سوال سعی کنیم پاسخ بهتری بدیم. پس میتوان گفت که شرط فیلسوف بودن صرفاً زبان مفهومی به کار بردن نیست، هرچند به کار بردن زبان مفهومی در جای خودش بسیار بسیار اهمیت داره، ارجمنده و حتی ضرورت داره. ولی فیلسوف بودن به پرسش‌های اساسی داشتن
به پرسش‌های نقادان است و تلاش برای به دست آوردن پاسخ‌هایی برای چنین پرسش‌هایی. به اجمال میتوان گفت که با این معیار و با این ملاک نیچه فیلسوف است. یعنی نیچه پرسش‌های اساسی داره، پرسش‌هاش پرسش‌های نقادانه است، چنان که همه پرسش‌های فلسفی نقادانه است. تلاش میکند که برای پرسش های خودش پاسخ هایی پیدا کند. ولی باز این سوال همچنان قابل تر هست که پس چرا زبانش زبان متافیزیکی متعارف نیست؟ پاسخ اجمالی به این سوال این هست که زیرا او اساساً با متافیزیک متعارف، با فلسفه به معنای متعارف به صورت بسیار اساسی نقد داره. نقدهای بسیار اساسی به همان متافیزیکی داره که فلسفه خوانده می شود. بنابراین ما با فیلسوفی مواجه هستیم که به یک معنا با همه تاریخ فلسفه من البدو الی الخط، یعنی از سقراط و افلاطون تا عصر خودش تعارض داره، مخالفت داره و نقدهای اساسی به همه تاریخ فلسفه داره. نه فقط به همه تاریخ فلسفه غربی، به همه فرهنگ غرب نقد داره، به بنیادهای تمدن غرب نقد داره و نقدهاش بسیار رادیکال و بسیار تون و بسیار اساسی است. یکی از نقدهای او که مرتبط با زبانی است که او اختیار کرده است، نقد او به نظام سازی است. خب شما می‌دونید که فیلسوفان بزرگ پدید آورندگان نظام‌های بزرگ فکری هست. ما نظام فلسفی افلاطون داریم، نظام فلسفی ارسطو داریم، نظام فلسفی ابن سینا داریم، نظام فلسفی دکارت و لایبنیتس و کانت و هگل داریم. اینا نظام های بزرگ فلسفی عالم هست. نیچه به دلایلی که بعداً روشن خواهد شد با نظام سازی مخالف. این به این معناست که آنچه میتوان، آنچه ما ازش تعبیر میکنیم به هستی، از نظر نیچه تحت هیچ نظام مفهومی در نمیان. بنابراین تلاش برای نظام سازی، تلاش برای به چنگ آوردن آن امری است که به چنگ آوردنی نیست. اگر این مطلب رو بپذیریم، اتخاذ زبان غیر رسمی و غیر متعارف و زبان غیر متافیزیکی در نیچه قابل توجیه و قابل فهم خواهد، چون اون زبان زبان نظام ساز هست، زبان مفهومی است که با شما یک نظام مفهومی میسازید. ولی اگر کسی قائل نباشد به اینکه میتوان یک زبان مفهومی کاملی ارائه کرد که همه هستی در او جایگاه مشخصی داشته باشه، یا همه هستی رو میتوان با یک تعداد مفاهیم تحت یک نظام مفهومی در آورد، زبان متعارف رو به کار نمیگیره و نیچه به همین جهت زبان شاعرانه رو انتخاب میکنه. ولی اینجا سوال دیگری مطرح میشه و اون سوال اینه که خب اگر که نیچه قائل به نظام سازی نیست و نمیخواهد یک نظام منسجم بزرگی به دست بدهد، آیا و زبان شاعرانه انتخاب کرده است و زبان اشارت به کار برده، آیا این به این معنی است که پس افکار نیچه و آثار نیچه فاقد انسجام
یعنی بی نظام بودن او به معنای عدم انسجام در آثار او، در افکار او و در کارهای او. اگر این طور بود هرگز نمی توانستیم از نیچه به عنوان یک فیلسوف نام ببریم. یعنی اگر نیچه یک نویسنده ای بود که هر روزی، هر شاید لحظه ای، هر وقتی چیزی می گفت، سخنی می گفت و در بند این نبود که این سخنان منسجم باشه و مرتبط با هم باشد، مطمئناً او رو نه فیلسوف نه متفکر می توان نامید. خود نیچه بر این باور هست که با اینکه زبان او زبان مفهومی متافیزیکی رسمی نیست، ولی تفکر او تفکر منسجم است. حتی جایی اشاره میکنه در فراسوی در تبارشناسی اخلاق که همه تفکر من مثل شاخ و برگ هایی که از یک درخت میرویم، و میخواد بگه که همه اینها با هم منسجمه، از یک جا میان. این طور نیست که هر لحظه یک چیز، یک سخنی گفته بشه. ما با متفکری سر و کار داریم که گرچه زبانش زبان شاعرانه است، زبان اشارته، ولی متفکر منسجم است، وفادار به تفکر خودش هست. یعنی همه این سخنان حتی اگر به قول حافظ نظم پریشان باشد، از یک ریشه مایه میگیره، یه تفکر خاص است. ولی باز این به این معنا نیست که او هم مثل هر متفکر دیگه‌ای در آثارش و در تفکرش تحول نداشته باشه. به هر حال هر متفکری دوره‌هایی از تفکر رو داره که کسانی که روی آثار اون متفکر کار می‌کنن میتونن اونها رو تشخیص بدن که در دوره اول گرایش غالب در تفکرش چی هست، در مثلا دوره دوم، در دوره سوم. نیچه هم البته از این امر مستثنا نیست، چون تفکر اینطور نیست که یک مرتبه به متفکر داده بشه. در طول در واقع زندگی فکری یک متفکر این افکار حاصل میشه و میتواند تغییر هم بکنه و یا جنبه های مختلف هم داشته باشه. این منافاتی با انسجام در تفکر او نداره. بنابراین خودش قائل هست به انسجام در تفکرش. وقتی هم که به آثارش مراجعه میکنیم این انسجام دیده میشه و مفسران او هم نوعاً و مفسران بزرگ او هم به چنین انسجامی البته اذعان کردن. من فقط اینجا یک قولی رو نقل میکنم از فیلسوف معاصر مارتین هایدگر در مورد نیچه. این سخن مشهور هایدگر هست در مورد نیچه که گفته است که کتاب متافیزیک، کتاب چنین گفت زرتشت نیچه رو باید همان طور خواند که متافیزیک ارسطو، یعنی با همان دقت که ما متافیزیک ارسطو رو میخوانیم، تفسیر میکنیم و قائل هستیم که یک متن بسیار منسجمی هست، چنین گفت زرتشت رو هم باید به همان صورت خواند. میدانیم که چنین گفت زرتشت زبانش زبان بسیار شاعرانه است. ولی یک فیلسوف میگه که گرچه این زبان شاعرانه است، ولی به همان دقت باید خوان که متافیزیک ارسطو رو میخوان که زبان کاملا رسمی فلسفی داره. این رو به عنوان یک شاهد از یک فیلسوف آوردیم. مفسران دیگر هایدگر هم، نیچه هم نوعا چنین چیزی رو گفتن. بنابراین چیزی که به نام معضل نیچه قابل طرح هست، مطرح هست، این هست که آیا نیچه فیلسوف است یا صرفاً یک نویسنده است یا صرفاً یک شاعره. به نظر میرسی که البته به نظر میرسی که چیزی که الان بعد از حدود 120 سال بعد از مرگ نیچه دیگه همه جهان اذعان دارن به اینکه نیچه فیلسوف است، چیزی نیست که بگیم الان ما داریم رو اثبات میکنیم. ولی به هر حال نیچه یک فیلسوفه. منتها توجه داشته باشیم که فیلسوف به معنای خیلی خیلی خاص کلمه است. در مورد خاص بودن
نیچه به عنوان یک فیلسوف باید دو توجه داشته باشیم که این خاص بودن به ذات خود تفکر فلسفی برمی‌گردد. و این نکته بسیار نکته مهم گفتند و نکته بسیار مهم است که فلسفه هر دم باید خودش رو باز تعریف بکنه و شاید به تعداد همه فیلسوفان بزرگ ما تعریف از فلسفه داریم. یعنی هر فیلسوف بزرگی دو مرتبه فلسفه رو تعریف میکنه. از همان ابتدا افلاطون گفت که فلسفه غیر از همه این چیزهایی که ما در این آثار گفتیم. افلاطون اون همه محاوره نوشته، آثار فلسفی نوشته، به معنی خاص کلمه اولین فیلسوفی است که فلسفه نوشته، ولی باز میگه در نامه هفتم دیگه میگه باز حرف غیر از همه این هاست که در این آثار گفته شد. در این حال که میدونیم خود افلاطون بسیار احتراز داره از اینکه فلسفه رو به بحث درسی صرف تنزل بده در همه آثارش. به همین جهت آثار خودش رو به صورت محاوره نوشته. بازه این طور نیست که بگیم فلسفه مجموعه از تعلیمیاته که یک کسی میاد تدریس میکنه و دیگران هم یاد میگیرن و میشن فیلسوف. فلسفه همچون چیزی. البته فلسفه رو ناگزیره به تدریس هستیم. اگه که فلسفه تدریس نمیشد ما باید میرفتیم یک کار دیگه یه انجام. ولی به هر حال باید فلسفه تدریس هم شد. ولی فلسفه تدریس فلسفه نیست. فلسفه رسم فلسفه نیست. فلسفه علم رسمی نیست. اگه این معنا رو آدم خوب بفهمه شاید بشه گفت که اولین گام مهم در فهمیدن فلسفه رو برداشت و شاید بسیاری از شبهاتی که در مورد بحث فلسفی مطرح میشه برطرف بشه. فلسفه نه با فیزیک قابل مقایسه است، نه با طب قابل مقایسه است، نه با ریاضیات قابل مقایسه است، نه با هندسه مهندسی، با هیچ کدام از علوم اصلا قابل مقایسه نیست. و به همین دلیل هر فیلسوفی در فلسفه و تأکید من روی فیلسوفان بزرگ هست راه خاصی رو در تفکر پیدا میکنه و بر اساس راه خاصی که پیدا میکنه فلسفه رو باز تعریف میکنه. البته در این حال چون همه فیلسوفان تعلقی به هم دارن و نسبتی با هم دارن این تعریف هاشون هم بی نسبت با هم نیست، ولی یه جایی هم ممکنه این تعریف از تعاریف متداول بزنه بیرون. بریم یه نمونهش در همون سنت رسمی فلسفی تفاوت تعریف فلسفه است بین هگل با ارسطو با افلاطون. این مقایسه رو عرض کنم که این مقایسه روشنیست که معلوم بشه که به چه معنا تعریف فلسفه مبتنی بر تفکر فلسفی یک فیلسوف. خب میدونیم که افلاطون و ارسطو و فیلسوفان ما فلسفه رو حب دانایی و دوستی دانش میدن. خب وقتی میگید فلسفه دوستی دانایی است یک معنا از تفکر فلسفی است. یعنی من تا هستم در جستجوی داناییم. هگل فلسفه رو عین دانندگی و عین علم میدونه و علم مطلق میدونه. این دو تا تعریف یکی نیستن گرچه با هم نسبت دارن، ولی دقیقا مبتنیه بر مبانی متفاوت هستن. مبنای افلاطون ارسطو، مبنای هگل. به همین معنا هم فلسفه و تفکر فلسفی با
نیچه معنای جدیدی پیدا میکنه. این معنا رو من الان صرفا میتونم بهش اشاره بکنم، تفصیلش رو بعدن انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اینکه تفکر فلسفی در فلسفه نیچه چه معنایی پیدا میکنه. این معنا برمیگرده به نسبتی که بین شعر و فلسفه وجود داره. به طور معمول با میگیم که فلسفه شناسایی حقیقت موجودات است، علم به احوال موجود است، از آن جهت که موجوده، موجود به ما و موجود. و شعر رو میگیم که ابداع، شاعر کارش ابداع یک اثر، ابداع یک شعر. این نظر متعارفی است که در مورد فلسفه، تعریف فلسفه و شعر وجود داره. ولی فلسفه از نظر نیچه و فیلسوف از نظر نیچه کارش بیرون از همون ابداع نیست. کار فیلسوف ابداع. و از نظر او فیلسوفان آینده فیلسوف شاعران. همونطور که شاعر به ابداع میپردازه، اونها هم به ابداع میپردازه. ولی در این حال فیلسوف به عبارت دیگه، نیچه راه خاصی در تفکر رو به ما نشان میده. من استدعام از دوستان این هست که حالا که به این بهانه، حالا نمیدونم چه بهانه، ولی بهانه ذکر نیچه در این مجلس قراره که ادامه پیدا بکنه، آثار نیچه رو به خصوص و شعرهایی که در مورد نیچه خواهید خواند رو از این منظر مطالعه بکنید که حالا ما فلسفه های دیگر رو خوندیم، نیچه چه راهی برای تفکر کردن پیش پای ما میگذاره. راه تفکر از نظر نیچه چه راهی است؟ اگر ما از این منظر به خصوص به نیچه نگاه بکنیم، من فکر کنم که خیلی آموزنده تر خواهد برای ما. چون ما حالا هیچ فیلسوفی رو نمیخونیم به قصد موافقت یا مخالفت، هیچ فیلسوفی رو نمیخونیم که تابع اون فیلسوف بشه. خوشبختانه در فلسفه مریدی و مرادی هیچ جایگاهی نداره. اگر که در جاهای دیگر وجود داره و بعضی از جاها لازمه که وجود داشته باشه، در فلسفه نه تنها لازم نیست که زهر حلاهل و کاملا مضر. هیچ کسی در فلسفه نمیاد، نباید بیاد که بخواهد متابعت از فیلسوفان بکنه. اگه بخواهد متابعت بکنه باید جای دیگری بره. در فلسفه ما میایم که فکر بکنیم. فیلسوفی فکر کرده، من هم آمدم با فیلسوف فکر کردن رو یاد بگیرم. این حرف که از کانت زیاد هم اخیرا نقل میشود، حرف بسیار بسیار مهم است. ما میخوایم فکر کردن رو یاد بگیریم. فکر کردن رو یاد بگیریم، نه این که همان راهی که اون فیلسوف رفته رو بریم تازه، که بتوانیم راه فکر کردن رو برای خودمان پیدا بکنیم. یعنی من فیلسوفان مختلف رو میخونم، راه تفکر کردن رو یاد بگیرم، نه این که راهی رو که اون فیلسوف طی کرده است بروم، برای اینکه شاید خودم هم بتوانم قدری اهل فکر بشم، اهل تفکر بشم. و متابعت از هیچ فیلسوفی هم جایز نیست. تقلید از فیلسوف اصلا بکنم فقهای مجلس هم قبول دارن از فیلسوف تقلید اصلا حرامه.
بنابراین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که نیچه رو به خصوص در ورای حالا مباحثی که مطرح خواهد شد از این منظر نگاه بکنیم بهش که آیا نیچه داره راه جدیدی در تفکر به ما نشان میدهد؟ آیا راه های دیگری غیر از راه هایی که پیموده شده است در تفکر نیچه با نیچه میشود پیدا کرد؟ اون راه چیست؟ چنین راهی است که بر اساس او فلسفه در تفکر نیچه باز تعریف میشود. نیچه یک نوع فلسفه ورزی دیگری رو به ما می آموزه و آگاهانه این کار رو انجام میده. نیچه عنوان فرعیه یکی از آثارش این هست که چگونه می توان با پتک فلسفه ورزی کرد. شاید این برای ما خیلی چیز عجیب باشه، با پتک فلسفه ورزی کردن. تنها فیلسوفی چنین چیزی رو نگفته بود. چرا؟ سقراط گفته بود که من خرمگس یونانیانم. سقراط میگفت که من میشینم روی در واقع صورت یونانیان چرتشون رو پاره میکنم، مثل مگسی که میشینه و خواب آدم به هم میزنه. گفت من با این پرسش ها خواب این مردم رو به هم میزنم و به همین جهت از من بعدش اومده و به همین جهت سقراط رو محاکمه میکنه. نیچه از این خیلی خیلی فراتر میره، با پتک میخواد فلسفه ورزی بکنه. خیلی بدتر از خرمگس، شدیدتره. پتک اثرش خیلی بیشتر. آره خیلی تفاوت. خب این یعنی که یک بنای بسیار عظیمی از مفاهیم وجود داره که باید با پتک اونها رو خراب کنه. از این بالاتر هم میگه، میگه من دینامیتم. خب با دینامیت چیکار میکنم؟ میبندم به پایه مثلا یک پول یا یک ساختمان، کل بنا فرو میرسه. این تعابیر در نیچه نشون دهنده این هست که یک راه خاصی در تفکر رو میخواهد به پیما. کسی که با پتک فلسفه ورزی میکنه، این راه تفکرش با مثلا هگل متفاوت، با کانت یکی نیست، با افلاطون و ارسطو و سقراط هم یکی نیست. یه راه دیگری در تفکر و بنابراین فلسفه تعریف دیگری پیدا میکنه. کسی که دینامیت هست، این آلبرت کبیر نیست، این سن توماس نیست، این ابن سینا و ملا صدرا نیست، افلاطون و ارسطو هم نیست. این احتمالا میخواد یک موانع بسیار عظیمی رو از جلوی پا برداره، عمارتهای بسیار بزرگی رو میخواهد کنار بزنه، نابود بکنه. و اون عمارتها مفاهیمیست و ارزشهاییست که در طی 2500 سال، حالا زمان خودش باید بگیم مثلا 2400 سال، 300 سال، اینها ساخته شده و اونقدر استمرار پیدا کرده و اونقدر در طول زمان دوام پیدا کرده که تصور میشه که کاملا این مفاهیم و همچنین این ارزش‌ها کاملا برحقن. یعنی دوامشان موهم حقانیتشان شده یا مشروعیتشون شده یا مجاز بودنشون شده. بنابراین برای برداشتن اونها دیگه نمیشه خرمگس بود، باید نقادی‌های خیلی شدید به دست، باید پتک برداشت و باید دینامیت بود. ارزیابی نیچه از خودش و از تفکرش چنین چیزی و به همین جهت گاهی میگه که هیچ از شبیه به من نیست. خب میدونیم بسیاری هم گفتن مسیحیت در طول 2000 سال تاریخ خودش
دشمنی به بزرگی نیچه حالا ندید. هیچ کسی رو نمیدونم، اگر دوستان سراغ دارن، من که خودم ندیدم دشمنی به بزرگ مسیحیت خیلی دشمن داشت و داره، ولی به جسارت نیچه، به بزرگی نیچه، به پیگیری نیچه، به رادیکال بودن نیچه، اگه اشتباه نکنم این جمله رو کاپلسون نقل میکنه که هیچ در واقع کسی در دشمنی بزرگتر از نیچه نیست، در دشمنی با مسیحیه. البته باید دید که دشمنی او از چه روی است، از چه بابی است و به چه معنایی است، نکاتی است که کم و بیش باید در مورد اون بحث کرد. ولی به هر حال اون چیزی که بسیار مهم هست این هست که چه راهی رو نیچه در تفکر گشوده و بر اساس او فلسفه چه معنایی خواهد داشت. نکته دیگری که به عنوان مقدمه مباحث آینده عرض خواهم کرد، عرض می کنم الان، این هست که مسئله نیچه چیه؟ ما ابتدا به معضل نیچه پرداختیم، یعنی خود نیچه رو به عنوان یک معضل بهش توجه کردیم. الان میخوام ببینیم که معضل و مسئله خود نیچه چی هست. تو همونطور که میدونیم تفکر با پرسش شروع میشه. هر فیلسوفی و هر متفکری با پرسش شروع میکنه و دغدغه های او و مسائل او از پرسش های او معلوم میشه. این پرسش ها در فلسفه های رسمی، این پرسش های اساسی فیلسوفانه، کاملا مشخصن به جهت همون زبان رسمی مفهومی و زبان عبارتی که در آثار فلسفه های رسمی سراغ داریم. مثلا در ارسطو و ابن سینا میدونیم که پرسش اساسی این است که موجود از آن جهت که موجود است چیست؟ پرسش از موجود ها. خود ارسطو هم نقل میکنه که اولی متفکران وقتی که به جهان نگاه کردن این سوال برشون مطرح شد که اون آرخه، اون اصل و اساس هستی چیست؟ و هر کدام در پی پاسخی به این پرسش رسید. درم پرسش خود ارسطو هم از آرخه هاست، از اصول، از اساس هست و همینطور فیلسوفان دیگه. ولی در مورد نیچه خود همین که پرسش دقیقاً چه چیزی هست به راحتی، حداقل من اینطور بگم، به راحتی فیلسوفان رسمی و متعارف نیست. یعنی معلوم کردن این که دقیقاً پرسش نیچه چه پرسشی هست به اون راحتی نیست که در ابن سینا و ارسطو ما میتوانیم اون رو پیدا بکنیم یا در کانت و هگل. ولی اجمالاً ما میدانیم که نیچه فیلسوف حیات، فیلسوف زندگی است. این چیزیست که در مورد نیچه خیلی مشهوره. در این حال فیلسوف هنر هم هست، فیلسوف سیاست هم هست، فیلسوف فرهنگ هم هست،
فیلسوف اخلاق و ارزش ها هم هست. خب در مورد همه این چیزهایی که ما گفتیم نیچه آثار شاخص داره، همه اینها هم هم مرتبط، یعنی فیلسوف فرهنگ بودن، هنر بودن، اخلاق بودن و سیاست بودن او و زندگی همه با هم مرتبط است، یک نظم در واقع مشخصی داره تفکر او، هم دو که قبلا عرض کردیم. از همین عناوینی که به نیچه داده می شود میشه به پرسش های او و دغدغه های او به صورت خیلی ساده پی برد. فیلسوف زندگی است، خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، چون دغدغه زندگی رو داره، چون از نظر او عواملی در طول تاریخ و تمدن غربی به وجود آمده است که زندگی رو نفی کرد، نافی زندگی شد، زندگی رو به حاشیه برده است. فیلسوف زندگی یعنی کسی که دغدغه‌اش زندگیه، کسی که لابد می‌خواهد زندگی رو در مرکز قرار بده. اینکه زندگی به نفع چیزهای دیگر نفی بشه، این رو باش مخالفت کنه. به این معنا فیلسوف حیات، فیلسوف زندگی است. ولی البته باید دید که زندگی در نظر او به چه معناست و از نظر او چه عواملی زندگی رو نفی کرده است و اون عوامل رو چگونه باید برطرف کرد، اون پتک رو باید چگونه به کار برد در مورد این موانعی که بر سر راه در واقع زندگی وجود داشت. بنابراین خیلی ساده بخوایم نگاه کنیم به مسئله، او فیلسوف زندگی است، دغدغه حیات داره و نوعی مبارزه با عواملی که حیات رو و زندگی رو به حاشیه روندن. فیلسوف ارزش ها و اخلاقه، اینا چیزهایی که در مورد نیچه شهرت داره، فیلسوف اخلاقه و فیلسوف ارزش هاست، یعنی دغدغه ارزش ها داره. وقتی ما میگیم کسی فیلسوف مثلا هنر هست، یعنی دغدغه هنر داره. فیلسوف ارزش هاست، یعنی دغدغه ارزش ها داره. نیچه دغدغه ارزش ها داره، دغدغه اخلاق داره. از نظر او ارزش ها بی ارزش شده اند. بی ارزش شدن ارزش ها اندیشه برانگیزه. پس باید سوال کنه به عنوان یک فیلسوف که اصلا ارزش ها چی هست؟ ارزش ها از کجا آمده اند؟ چگونه میبالند؟ و چه عواملی موجب میشود که بی ارزش بشوند؟ پس دغدغه ارزش دار. چه ارتباطی وجود داره بین ارزش ها و زندگی؟ چون اگر او هم فیلسوف حیات هست و هم فیلسوف ارزش هست، راد باید بین ارزش ها و حیات ارتباط وجود داشته باشه. اگه بخوام خیلی به اجمال بگیم، ارزش ها میتوانند از دل زندگی برآمده باشند، میتوانند در برابر زندگی وضع شده باشند. اگر در برابر زندگی وضع شده باشند، نیستن گارانه. پس فیلسوف ارزش هم هست، فیلسوف هنر هم هست. در مورد فلسفه هنر نیچه هم کتاب ها نوشتن، مقاله ها نوشتن، تحقیق ها کردن و یکی از موضوع های مرکزی بعضی از آثار او مسئله هنره. اصلا با هنر شروع میکنه، زایش تراژدی از روح موسیقی. از اسم خود این اولین کتاب او معلومه که موضوعش هنر هست، نظری است در مورد هنر. از دغدغه هنر دار. هنر چیست؟
چه نسبتی با زندگی داره؟ آیا تزیینه برای زندگی است؟ آیا از دل زندگی هنرها می جوشن؟ آیا تفسیر زیبایی شناسانه و استاتیک از هنرها کفایت میکنه؟ آیا نظریه های هنر آنگونه که تا کنون بوده اند از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت اینها حق هنر را ادا کردند؟ کانت این زیبایی شناسی رو زیبایی شناسی زنانه و مؤنث میدان و میخواد با زیبایی شناسی دیگری اون رو جایگزین بکنه. چه نسبتی با حیات داره دیدگاه او راجب هنر و راجب زیبایی؟ او فیلسوف سیاست هم هست و اصلا میتونه فیلسوف به سیاست نپردازه؟ اصلا اول افلاطون گفت که فلسفه سیاسیه، سیاست از فلسفه قابل جدا شدن نیست. نیچه هم در این حال که دغدغه زندگی رو داره و دغدغه ارزش ها رو داره، دغدغه سیاست هم داره و دغدغه سیاست او با دغدغه زندگی او و دغدغه ارزش هاش معلومه که کاملا با هم پیوند داره، پیوند هست. هنرمند او مرد سیاسی است، بنیانگذار، چنانکه بعداً خواهیم دید. از همه مهمتر، حالا فیلسوف فرهنگ هم هست چون دغدغه فرهنگ داره که من الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی از همه اینها مهمتر دغدغه حقیقت هم داره. میشه فیلسوف کسی فیلسوف باشه و دغدغه حقیقت نداشته باشه؟ چون چیزی در مورد حقیقت نگفته باشه؟ خب او فیلسوف حقیقت هم هست، گرچه چنین عنوانی متداول نیست، کسی نمیشناسیم که بگم فیلسوف حقیقته، چون همه فلسفه در جهت حقیقته، ولی او بزرگترین منتقد حقیقت. همونطور که عرض کردم مسیحیت هیچ دشمنی به بزرگی نیچه ندیده است، حقیقت هم هیچ دشمنی به بزرگی و جسارت نیچه ندید. دیگه از این فکر نمی کنم سخنی بالاتر بتوان گفت که حقیقت دروغه و نیچه این سخن رو گفت و حقیقت دروغه. یعنی چه؟ خود این گزاره راسته یا دروغه؟ هم پتکش رو برداشته و بر سر حقیقت هم البته کوفت. حالا چه حقیقتیه؟ کدام حقیقت؟ باید به جای خودش برد. انشاءالله جلسه آینده بحث رو از نیست انگاری در نظر نیچه شروع کنیم. ببخشید دوستان، بشه خواهش هستم. بله، من هم نمیخواستم بگم حالا اگه که سخنم خیلی رسانه بود که در برابر اون نظری که او رو شاعر میداند به اون معنای که شعر ربطی به تفکر نداره، متفکر و فیلسوف، ولی اگه که این نظر رو قبول داشته باشیم که خود شعر هم
نحوه از تفکر هست، تفکر نیچه رو میشه تفکر در واقع شاعرانه متفکرانه دانست، یا اون یک متفکر با تفکر شاعرانه است، یا یک شاعر با تفکر متفکرانه است، یا فیلسوف شاعر. ولی البته در این حال نیچه غیر از شاعری مثل حافظه، غیر از فردوسیه، دقت کنید این نکته خیلی مهمی، چون ببینید سنخ تفکر شاعرانه که البته باید خیلی روش حالا تأمل بیشتری هم کرد، ولی من به اختصار عرض میکنم، سخنی داره این تفکر شاعران و شاعران بزرگ، که ما اون رو به گوش قبول میشنن. سخن شاعران اینطوری، یعنی من بحث نمی کنم با سعدی که چرا تو میگی که رضا به داده بده و از جبین گره بکش، میشنوم و قبول میکنم. ممکنه در مقامه متکلم برم بحث بکنم که آیا اصلا مثلا تقدیر حاکم هست یا نیست یا چه، ولی مقام شعر، فضای در واقع شاعری، فضای بحث و جدل و لیت و لعل و اینا نیست. وقتی تبدیل به این میشه شعر عوض میشه، میشه یه چیز دیگه. یعنی از شاعر ما میخوایم چیزی رو که او دیده است به یک معنایی برای ما هم بگوید و من هم در اون مشارکت پیدا بکنم. نمیخوام بحث بکنم، میخوام بپذیرم، وسعت پیدا بکنم به یک معنا. ولی مقام فلسفه نه، مقام فلسفه مقام چون و چرا و بحث و لایته و لعل. نیچه اهل چون و چراست، اهل نقده، ولی زبان اشارته. این زبان هم تصنعی اینطوری نیست، اقتضای تفکرشه، بنابراین اون از یه لون خاصی است، عین مثلا مولانا نیست، مولانا که اصلا نیست، عین مثلا حافظ نیست یا فردوسی نیست. همونطور که عرض کردم یه راه خاصی در تفکره، وحیده، استثنائیه، خودش یه راه رو گشوده است، قابل قیاس با نه شاعران قبل از خودشه و نه فیلسوفان قبل از خودش. ولی به لحاظ اینکه طرح مباحث اساسی کرده، زبانه در این حال که زبان شاعران از زبان نقده و نقدهای اساسی هست، فیلسوفه و باش میشه بحث فلسفی. یعنی من به نیچه نمیگم که تو هرچی که گفتی من به هم قبول میپذیرم، ولی ممکنه من به حافظ این رو بگم یا به مثلا فرض کنید سعدی این رو بگم، در مقامی که در واقع مقام شعر و ارتباط شاعرانه. یه بار یه نگران یه بفرمایی؟ نه نه خودتو هم تبر خودتو یه بار یه بفرمایی درست متوجه نشد. به مقابل با اون برخواست. آها. در اما دیجابرش نه دکتر پیر مثلا فضایی خودشان مثلا فضایی کنم. آها. و گفتم یه فیلسوف باش. نگی داشت که فضای شاعرانه این سخن مقابل مثلا شنیده بشه در اون تاریخ. آها متوجه. آها. ببینید این نکته خیلی مهمیه. ببینید ارسطو گفته که هر کسی که با فلسفه مخالفت بکنه فیلسوف. نیچه هم داره با فلسفه مخالفت میکنه و بنابراین فیلسوف. با همه نقدهایی که به فلسفه میکنه باز فیلسوف. این کاملا درسته. مولوی هم که نقد میکنه به فلسفه با هم فلسفه. حالا مولوی رو میگم توضیح میدم در مورد، ولی این کلام رو عرض کنم خدمتتون. خودش هم خود نیچه هم میگه که من به سقراط اونقدر به هم نزدیکیم که به هم میپریم. یعنی که خود چون میدونه خیلی نقد کنه سقراط به عنوان اولین فیلسوف، به عنوان نماینده روح آپولونی، که ولی میگه که چون خیلی به هم نزدیکیم هی به هم میپریم. یعنی خودش هم احساس کنه که این باید خیلی نزدیک باشه به فلسفه. ولی یک کسیه
یعنی یه تفکری هم ممکنه وجود داشته باشه که این اصلا گذر بکنه از فلسفه، از متافیزیک، فراتر بره. اگه کسی و تفکری وجود داشته باشه که گذشت حاصل بکنه از متافیزیک، دیگه نه نقد میکنه، نه مخالفت کنه، نه موافقت، گذشتی مقام دیگه. هایدگر تلاش میکنه که چنین گذشتی داشته باشه، حداقل تلاشش این هست و ادعاش این هست که میخواد بگذره. و بنابراین میبینید که هیچون فیلسوفان رو نقد به معنی متعارف کلمه نمیکنه، یعنی ایرادایی که به فلسفه گرفته میشه اونا اون نمیگه، اون میخواد از در واقع با فیلسوفان وارد دیالوگ بشه. هیچ کدوم از فیلسوفان هم نه مذمت میکنه، نه نکوهش میکنه، نه نقد به معنی متعارف کلمه میکنه، یه وضعیت دیگه ای داره. ولی نیچه نه، نیچه این وضعیت رو نداره. یعنی نیچه همونطور که میگه در واقع، و بعضی از تفسیرها در مورد نیچه این هست، مثلا تفسیر هایدگر اینطوریه، گرچه بعضی از مفسران دیگه اینو قبول ندارن، که نیچه همچنان در حوزه متافیزیک و فلسفه قرار داره، فلسفه به همین معنای متعارف. ولی یه دیدگاه در مورد نیچه این هست که نه، نیچه مثلا از همه محدودیت های فلسفه فراتر رفته. این دو نوع تفسیر در مورد نیچه هست. این نکته هم که حالا من روش شاید تاکید نکردم و جا داره که خوبش توجه بکنیم، اینه که نیچه تفسیرهای بسیار متنوعی داره، متعددی داره. شاید کمتر فیلسوفی باشه که به این به اندازه نیچه اونقدر معرض تفسیرهای متعارض و متفاوت قرار گرفته باشه. نیچه چنین وضعی داره، باید به این هم توجه کنیم. مثلا فرض کنید دو تا فیلسوف مهم و مشهور آلمانی بعد از نیچه، یعنی هایدگر و یاسپرس، هر دو تاشون در مورد نیچه کتاب نوشتن، کتاب بزرگی نوشتن. ولی شما وقتی این دو تا کتاب رو می‌بینید که خوشبختانه هر دو هم به فارسی ترجمه شده، حالا البته کتاب هایدگر نسبیش به فارسی ترجمه شده ولی کتاب یاسپرس کامل ترجمه شده، خود دو تا با هم رفیق هم بودن، یاسپرس و هایدگر، حداقل توی یه مقاطعی هر دو تاشون هم مشهورن به اینکه فیلسوف اکزیستانس هم، ولی می‌بینید چقدر متفاوت تفسیر کردن نیچه رو. و بعدن مفسران دیگه تفسیرهای خیلی متفاوت تری، پست مدرن ها تفسیر دیگه ای، الان که توی فلسفه های تحلیلی هم ما شاهد تفسیرهای زیادی از نیچه هستیم. نیچه در موضوع تفسیرهای خیلی متنوع و متفاوت قرار گرفته، گاهی این تفسیرها با هم تفاوتهای خیلی خیلی زیاد دارن. جهتش هم همون قناعی تفکر نیچه، تعدد آثارش و زبان اشارتیست که در حال به کار برده. این نکته رو باید توجه کرد. و هر کسی هم که هر تقریر از نیچه میده، خب لزوما یک تفسیر از نیچه هست که میتونه خیلی جاها رو نبینه، خیلی جاها رو دیده ندیده باشه و مشکلات داشته باشه. خوشبختانه در امروز که ما در مورد نیچه کتاب های خیلی خیلی زیادی هم به هم زبان فارسی داریم، ترجمه های زیادی هست که دوستان هم میتونن استفاده کنن. Oh, my father's in the shower.